نیاز به توضیح نداره که صدا و سیما از بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی کدوم و برای ریاست جمهوری ترجیح میداد. حالا اما پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران شده. بهتر بگیم رئیس جمهور منتخب رهبر رژیم حاکم بر ایران شده. تو این برنامه قصد داریم از یک حقیقت تکون دهنده رونمایی کنیم. فایل سانسور شده ی صدا و سیمای رژیم و دستور رهبر زحاک برای اعلام نام پزشکیان به عنوان پیروز انتخابات نمایشی به ایران دیلی خیلی خوش اومدید پیش از ادامه ی برنامه خواهشی ازتون داریم اگه از ویدیوها خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید هر لایک شما کمک بزرگی به ما میکنه تا بیشتر دیده بشیم و آگاهی رسانی گسترده تری داشته باشیم با ما همراه باشید به گزارش اصر ایران برادر سعید جلیلی مرد شماره یه دو صدا و سیماست و این نشون میده که تمایل مدیران چند سال اخیر به جبهه پایداری بوده اگه در مناظره ها دیدیم که از روش های سابق فاصله گرفته بودن هرچند در مناظره آخر دوباره مثل قبل شدن به خاطر راهبرد برد افزایش مشارکت بود که به خاطر دستور رهبری نتونستن علنا تخطی کنند. حالا که انتخابات تموم شده دوباره به حالت اولیه برگشتن و از پیروزی دکتر پزشکیان حسابی که و ناامید شدن. این بهد و ناباوری رو توی بخش خبری ساعت چهارده شبکه که اول سیما هم نشون دادن. به نظر میاد که به طور طبیعی دوست ندارن صدای مسعود پزشکیان رو به گوش مردم برسونن. رئیس جمهوری که گفته میخواد صدای بی صدایان باشه حالا با صدا و سیمایی روبرو شده که 24 هزار میلیارد تومان بودجه میگیره ولی حاضر نیست متن کامل حرفای رئیس جمهور رو تو اولین برنامه بعد از پیروزی بخونه اما دلیل این سانسور چی بود؟ مسعود پزشکیان یه بخشی از حرفاش ناخواسته به تقلب گسترده در انتخابات اشاره کرد و گفت من در این روندی که پیش اومد و انتخاباتی که به آرومی برگزار شد اول باید از مقام معظم رهبری تشکر کنم که قطعا اگر ایشون نبودن من تصور نمی کنم به این راحتی اسم ما از صندوق در می آمند. من در این روندی که پیش اومد و انتخابات به طور آرامی شکل گرفت و نهایتاً رأی ها تونست درست خونده بشه اول باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم که قطعا اگر ایشون نبود من تصور نمیکنم کنم به این راحتی از این صندوق اسم ما در می مار. این هدایت که <applause> یعنی خودش اعتراف کرد که بدون حمایت و دستکاری خامنه ای اسمش از صندوق بیرون نمی اومد. این اعتراف ناخواسته به تقلب برای صدا و سیما و کل نظام سنگین بود و همین باعث شد حرفاشو سانسور کنن که قطعا اگر ایشون نبود من تصور نمی به این راحتی از این صندوق ها از در می این بخش رو تو خبر ساعت چهارده سانسور کردن و فقط این قسمت رو پخش کردن قدردان وسعت نظر و گره و مقام معظم رهبری هستم که تو این انتخابات شرایط رو برای مشارکت و نقشافرینی بیشتر مردم و جریان های سیاسی فراهم کردن میبینید که اولی از لحاظ سیاسی خیلی مهمتر و خبرسازتر بود جا داره که رئیس جمهور منتخب ملت ایران تو دیدار قریب الوقوعش با پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این موضوع رو بهش گوش زد کنه و به تهدید ساخت سری جدید سریال گاندو هم اشاره کنه و از این رفتارا جلوگیری کنه. البته دیروز غروبم به جای اینکه شبکه ی خبر اصلی سخنرانی پزشکیان رو زنده پخش کنه شبکه ی خبر دو که فرعی هست این کارو کرد و وقتی به جواد آذری جهرومی رسیدن برنامه رو نصف نیمه قطع کردن گفته بودند که پزشکیان اگر برنده شد پس از برنده شدنش در اول محرم یا <applause> موفقیت یا حسین مسعود پزشکیان دیروز گفته بود من تلاش میکنم با تفاهم و همکاری با همه ارکان حاکمیت مجلس و قوه قضاییه تنش را از سیاست دور کنم و حرف امام خمینی رو راهنمای عمل قرار بدم که همه با هم باشیم مملکت خودمونه و همه فرزندان ایران هستیم با این نگاه انتظار میره به دور از تنش و به شیوهی که تا الان جلو رفته بتونه صدا و سیما رو هم رام و همراه کنه اما برنامه رو ادامه میدیم با یک بخش تحلیلی دیگه بالاخره بعد از کلی نمایش و دو مرحله ای کردن انتخابات اسم مسعود پزشکیان به عنوان جانشین ابراهیم رئیسی برای ریاست دولت چهاردهم جمهوری اسلامی اعلام شد. علی خامنه ای شدیدن نیاز داشت که مشارکت مردم تو انتخابات بالا بره. زهی خیال باطل اما با وجود همه این نمایش ها و تلاش های مقامات حکومتی و هوادارانشون تو داخل و خارج کشور نتیجه که به دست اومد چیزی جز این نبود که جمهوری اسلامی در برابر اکثریت قاطع ملت ایران در اقلیت قرار داره علی خامنه ای همه ی زورش زد تا بتونه مشارکت مردم و توی این نمایش انتخاباتی ببره بالا و یه جوری اون مشروعیت از دست رفته ی نظام و برگردونه. همون اول که ترکیب نامزدا مشخص شد معلوم بود که خامنه ای دنبال اینه که یه دو قطبی را بندازه. یه اصلاح طلب و گذاشت وسط پنج تا اصولگرا بین شش نفر نهایی که از بین هشتاد تا خودی حکومتی داوطلب جانشینی قاضی مرگ بودن. این همون سیاست نخنمایی بود که میخواست مردم رو مجبور کنه بین بد و بدتر انتخاب کنن. این سیاست انقدر تکراری و کلیشه‌ای شده بود که خیلی از مردم همون اول فهمیدن که دوتا از این اصولگراها فقط اومدن که تنور انتخابات گرم کنن و دقیقه نبدی انصراف میدن. آخرش هم مثل دوره های قبل رقابت اصلی بین همون چهارتا نامزده نهایی خواهد بود. سخنان پراکنده بعضی از چهره های اصلاح طلب و اصولگرا نشون میداد که حکومت هدفش این بوده که بگه مشارکت مردم تو انتخابات 50 درصد بوده با این حال توی دور اول که هشتم تیر برگزار شد با وجود همه تلاش های حکومت از جمله آمارسازی و تقلب تو ارقام نتونستن بگن مشارکت 50 درصدی بوده و رقم مشارکت رو 39.9 درصد اعلام کردند. وقتی نتیجه ی آرای چهار نامزد دور اول اعلام شد این موضوع که آرای همشون ذریبی از سه بود به علاوه ی آرای باطله خیلی مشکوک به نظر می اومد و احتمال سه برابر کردن آرای همگی رو بالا برد. چون از نظر محاسبات آماری اینکه آرای هر چهار نامزد ذریبی از سه باشه تقریبا غیر ممکنه. با این همه حتی اون آرای اعلام شده از طرف جمهوری اسلامی هم نشون داد که خامنه ای و جناهاش تو داغ کردن تنور انتخابات شکست خوردن و بیش از 60 درصد یا بهتر بگیم بیش از 80 درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی نگفتن. شوکه این شکست به حدی حد جدی بود که علی خامنه ای بیش از چهار روز بعد از اعلام نتایج نتونست درباره این افتضاح پیامی بده. بعد از چند روز سکوت فقط تونست به خودش دلداری بده که اونا که رأی ندادن لزوما مخالف نظام و برانداز نیستن. اصلاح طلبا هم با یه حرکت زیرکانه نه مردم به جمهوری اسلامی رو به قهر از دادن تا بگن که افرادی که پای صندوق نرفتن فقط از حکومت یا جناه رقیب دلخورن و این دلخوری قابل حل شدن و آشتی کنانه. تبلیغاتی های حکومت توی داخل و خارج از کشور طی یه هفته گذشته از دور اول تا دور دوم انتخابات به شکل شبانه روزی و با کمک عوامل و هواداران نظام تلاش کردن مردم و پای صندوق بکشن. حتی کارای دیگه مثل کشیدن سربازا به زور پای صندوق رأی و تهدید اقشار ضعیف به قطع یارانه ها رو هم انجام دادن. ولی بازم با وجود این همه تلاش و تقلب رژیم نتونست آمار کنه و بگه مشارکت حدود 50 درصد بوده اصلاح طلبا بیشتر از 25 ساله که سعی دارن نشون بدن یه تفاوت جدی بین اونا و بیت خامنه ای وجود داره این تظاهر بیشتر تو دوره های انتخابات شدت میگیره یکی از اهدافشون اینه که هر ناکارآمدی و تبهکاری رو گردن نگیرن تا بتونن پایگاه اجتماعیشون رو حفظ کنن. با این ترفند میخوان وانمود کنن صدای واقعی مردم هستن که با خامنه ای و اطرافیانش فاصله زیادی دارن از طرف دیگه تو بهبهه انتخابات میتونن دوگانه بد و بدتر رو ترویج بدن و بخشی از مردم مردد رو با ترسوندن از رقیب به پای صندوق رأی بکشونن همون ترفند معروف پیروزی با حراسافرینی ولی واقعیت اینه که هر کسی که از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنه فرقی نداره چی به خودش میگه قطعا فردی مطیع و فرمان بردار به ویژه از سال 1400 که رئیسی از صندوق رأی بیرون اومد رئیس دولت با خامنه ای کمترین تنش رو داشت و کاملا گوش به فرمان بود در این شرایط مطمئن باشید مسعود پزشکیان هم نمیتونه سیاست های رو که میخواد اعتماد مردم به نظام رو جلب کنه و تحریم کنندگان انتخابات رو به حامیان تبدیل کنه پیش ببره مردم ایران سالهاست از جمهوری اسلامی و جناهای مختلفش خسته و بریدن بارها جونشونو به خطر انداختن تا دفتر جمهوری اسلامی رو برای همیشه ببندن و به آزادی و رفاه برسن حالا هرچند این سیر که انتخابات تموم شده و خامنه ای فکر میکنه یه پیچ خطرناک رو رد کرده ولی خودش و دستگاه امنیتیش خوب میدونن که دو قطبی اصلی بین مردم و جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. چه با پزشکیان و چه با هر منصوب دیگه ای این وضعیت فقط بدتر میشه و تا فروپاشی جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت. سپاس که تا پایان این برنامه با ما بودید اگر از این گزارش خوشتون اومد لطفا لایک کنید و نظرتون رو برامون بنویسید هر لایک و نظری که میذارید کمک بزرگی به ما میکنه تا بهتر بشیم و جامعه آگاه تری بسازیم تا برنامه بعدی بدرود